باز هم در زیل همین حدیث از آقا امیر المؤمنین علی علیه علیه و السلام نقل است که حضرت فرمود که والله از اون زمانی که من این ندای منادی پیامبر رو شنیدم که ماه شعبان رو اینچنین با عظمت توصیف کرد روزه ماه, رمضان ماه شعبان تا حالا از من ترک نشده و ترک نخواهد شد منز ایام حیات الله تا اون زمانی که من زنده هستم چی روزه گرفتن <تصال> خیلی ثواب داره روزه گرفتن در ماه شعبان فرمود هر کسی یک روز از ماه شعبان رو روزه بگیرد خداوند متعال دو تا هدیه نقد بهش عنایت میکنه یک <تصال> این که اقربه الا کرامته اون رو همیشه پیوسته قرین کرامت‌ها و بزرگواری خودش قرار میده دوم این که خدای تبارک و تعالی ادخل جنده این فرد رو از بهشتیان و کسانی که اهل بهشت هست و حتما بهشت خواهد شد قرار خواهد داد این هم یک روایت در رابطه با فضیلت ماه شعبان که تأکید فراوانی شده در رابطه با احیاء ماه شعبان به همین معنا که ما تمام شب و روز ماه شعبان را با عبادات خودمون زنده نگه داریم نذاریم از دست بره اعمال فراوانی برای این ما نقل شده یکی از اعمال همین روزه گرفتن که باز در روایت داریم مخصوصا میگه دوشنبه ها و پنج شنبه های ماه شعبان رو اگر کسی روزه بگیرد خداوند تبارک و تعالی <تصفح> <تصفح> بخشین طبق روایت که داریم 20 حاجت در دنیا برای او برآورده میکند و 20 حاجت اخروی